سلام، با آموزش زبان عربی از صفر خوش اومدین. توی این ویدیو قرار مقایسه کردن یک چیز با همه چیزها رو با همدیگه یاد بگیریم. اگر دوست دارین که زبان عربی رو یاد بگیریم با من توی این ویدیو همراه باشین. من و همکارانم بیش از 14 زبان رو آموزش میدیم که برای آشنایی با این زبانها میتونید سایت احمد رضا ابراهیمی رو دنبال بکنید و اگر دوست دارین که فقط ویدیوهای مرتبط رو ببینید یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله رو هم فشار بدین که اول نفرهایی باشین که کلیپ های ما رو میبینید. بریم که شروع بکنیم. کلیپ مقایسه کردن بین دو چیز رو ندیدین، حتما بهتون پیشنهاد میکنم که ببینید، چون اون کلیپ خیلی بهتون کمک میکنه و دقیقا این دو کلیپ به هم دیگه مرتبط هستن و اگر اون رو خوب بلد باشین این رو هم به راحتی میتونید یاد بگیرید و اگر این رو یاد بگیرید اون رو هم به راحتی میتونید یاد بگیرید. چیه کلیپ مقایسه کردن بین دو چیز؟ چند تا نکته بود که در مورد صفت‌ها گفتم. زمانی که شما یک صفتی دارین مثل جمیلو، حرف سومش یه هستش، ما باید یه رو حذف بکنیم و به اول کلممون ا اضافه بکنیم، یعنی جمیلو تبدیل میشه به اجملو. کبیرو یه داریم، یه حذف میشه و به اول کلمه ا اضافه میشه. کبیرو اکبرو، صغیرو اصغرو، قدیمو اقدمو، طویلو اطولو، صغیلو اصغلو. پس دقت داشته باشین که زمانی که میخواین از صفت ها توی این فرم ها استفاده بکنید خیلی مهم هستن که از فرم دوم استفاده بکنید، مثل اجملو، اکبرو، اصغرو. بریم سراغ جملاتمون. برای مثال میخوایم بگیم که احمد کوچکترین فرزند توی خانواده است، یعنی داریم یک نفر رو با چندین نفر توی یک خانواده مقایسه میکنیم. توی این قسمت باید بگیم احمد هو اصغر ولد، احمد کسیه که کوچکترین فرزنده، احمد هو اصغر ولد. یا میخواییم بگیم که محمد بلندقدترینه توی کلاسشون، محمد هو اطول ولد فی الفصل، محمد هو اطول ولد فی الفصل. یکم چالش کار رو میخواییم بیشتر بکنیم، میخواییم یک مقدار درصد سختی جمله رو بالاتر ببریم و میخواییم بگیم که سان فرانسیسکو یا همون سان فرانسیسکو بزرگترین شهر توی آمریکاست، توی ایالت آمریکاست. اگر بخواین این جمله رو بگین باید بگین که سان فرانسیسکو اکبرو مدینت فی امریکا، یا برای مثال میخواین بگین که پاریس زیباترین شهر توی اروپاست، پس میگین باریس اجملو مدینت فی اروپا. به همین راحت. پس زمانی که شما میخواین یک چیز رو با چند تا چیز مقایسه بکنید فقط و فقط کافیه که اون صفت تغییر یافتتون رو توی جملتون استفاده بکنید. به همین راحت. ممنون که تا اینجا با من همراه بودین. امیدوارم که مفید بوده باشه و برای خوندن مقالات زبانهای مورد علاقه خودتون میتونین به سایت احمدرضاابراهیمی.com مراجعه بکنید و یا اگر میخواین تنها زبان مورد علاقه خودتون رو توی 50 روز یاد بگیرین کافیه که به شماری که توی سایت نوشته شده تماس بگیرید و یا اگر فقط میخواین که از فیلم های ما استفاده بکنید یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم فشار بدید. ممنون از شما، تا کلیپ بعدی خدا نگهدار.